سلام دوستان، فراس هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به صحبت‌های جنجالی محمود قربانی، همسر سابق خانم گوگوش، در مورد روابط غیر اخلاقی شهره می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهره سولتی در 14 دی سال 1337 در محله سرچشمه در جنوب تهران متولد شد. نام اصلی او فاطمه است. شهره 7 سال داشت که از علاقه خودش به موسیقی مطلع شد و با حمایت خانواده‌اش به هنرستان عالی موسیقی رفت تا با موسیقی آشنایی بیشتری پیدا کنه. شهره تو 15 سالگی وارد دنیای هنر شد و خوانندگی رو پیشه خودش کرد. نخستین ترانه او دختر مشرقی با شعری از منصور تهرانی و آهنگ محمد شمس بود. مدتی طول نکشید که آوازه شهرت و محبوبیت او به همه جا رسید. با این آواز شهره به جلد مجله های موسیقی نقل مکان کرد و یک چهره برجسته شد. به گفته خیلی ها یکی از عوامل شهرت او اجرا در کاباره میامی بود که در اون زمان هواداران زیادی داشت. بعد از ورود او به دنیای موسیقی پاپ، کمپانی هایی شروع به قرارداد بستن با او کردند و عکسای او روی جلد اول مجلات هفتگی شد. خانم شهره بعدها وارد دنیای سینما شد و به همراه داریوش اقبالی در فیلم فریاد زیر آب بازی کرد. سال 1356 بود که در 19 سالگی با داریوش اقبالی اولین تجربه حضور خودش در سینما رو با فیلم فریاد زیر آب به دست آورد. سپس در فیلم بادام‌های تلخ بازی کرد که به علت انقلاب ناتمام موند. اون تو سال 1357 از ایران به مقصد آمریکا مهاجرت کرد. ابتدا در نیویورک زندگی می‌کرد و بعد مدتی زندگی جدیدی تشکیل داد و به شهر لس آنجلس نقل مکان کرد. بعد از مهاجرت در نیویورک با خسرو نایبی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر به نام طناز شد. اما این زندگی بعد از مدتی به طلاق ختم شد و دیگر ازدواج نکرد. شهره در مورد فعالیت‌های هنری و خوانندگیش گفته: برادرم شهرام سولتی زودتر از من خوانندگی رو شروع کرد. بعد با هم دو صدایی میخوندیم. من ساز اصلیم پیانو و فلوته و شهرام هم ویولون میزنه. شهرام به خاطر اینکه زودتر از من خوانندگی رو شروع کرده بود، بعدها با مدیریت آقای محمود قربانی با هم دو صدایی خوندیم و بعد شهرام دیگه اصلا نخوند. ولی من همچنان ادامه دادم تا اینکه شهرام هم دوباره برگشت به موسیقی. من و شهرام هنرستان موسیقی درس خوندیم و ساز اصلی من پیانو و فلوت بود. به نظرم یک هنرمند باید نوت رو بدونه. شهره سولتی مدت هاست که بین لس آنجلس و ترکیه در رفت آمده و در این شهر کمپانی تولید موسیقی و برگزاری کنسرت داره و به خوانندگان ایرانی و خارجی در برگزاری کنسرت خدمات میده. محمود قربانی، کاباره‌دار معروف و شوهر سابق خانم گوگوش، در یکی از مصاحبه‌های اخیر خودش با شبکه لس آنجلسی تپش در مورد شهره و سایر خوانندگان مطالبی را عنوان کرد که شهره سولتی با حضور در یک مصاحبه تلویزیونی به وی پاسخ داد. محمود قربانی در این مصاحبه گفته بوده که شهره در زمانی که در ایران بود دوست دختر وی بوده. اما شهره این حرف اون رو تکذیب کرد و گفت در اون زمان دوست پسر من فاضل خداداد بود، نه آقای قربانی. آقای قربانی در مصاحبه خودش گفته بود که اون زمان همه عاشق وی بودند و حتی نام لیلا فروهر و شهره رو هم برده بود. محمود قربانی همچنین گفته بود که شهره با اون رابطه داشته و میگفت شهره میخواست حتی آب خوردنش هم مثل گوگوش باشه که به او گفتم چنین چیزی امکان نداره. گوگوش استعداد خارق‌العاده‌ای داره و هیچ کدوم از شماها مثل لیلا فروهر، نوشافرین و شهره و خیلی های دیگه امکان نداره بتونید حتی مثل گوگوش بشید. گوگوش واقعا هنرمند بود و هست و هیچ کس تاکنون نتونسته ذره ای از استعداد خدادادی گوگوش رو داشته باشه. قربانی در مصاحبه قبلی خودش گفته بود به خاطر گستاخی شهره یک روز یک مشت زدم به استخوان ترقوش که اون هم یادگاری مونده. اما شهره در مصاحبه خودش گفته بود: آقای قربانی، این جای مشت شما یک زخم الان برای من، نه یادگاری. محمود قربانی گفته بود که پدر و مادر شهره مطرب بودن. خانم شهره گفته بود: شما به مادر و پدر من که از این دنیا رفتن توهین کردید و هر کس بخواد به خانواده من توهین کنه من در مقابلش میستم و اینجا ایران نیست که بترسم.
او همچنین گفته بود که من آشناهای کله گنده زیادی دارم و دیگه از محمود قربانی نمی ترسم. علیرضا امیرقاسمی مجری شبکه تپش از شهره درباره میزان صحت حرفای آقای محمود قربانی درباره دخالت دربار در طلاق گوگوش و محمود قربانی و همچنین درگیری محمود قربانی در کاباری محمود رضا برادر شاه رو سوال کرد. خانم شهره گفت من فکر نمی کنم در اون زمان کسی به راحتی میتونست با شاه یا اطرافیان وی دیدار کنه، ولی بعید میدونم که خاندان پهلوی برای دیدن خوانندگان به کاباره میرفتن، بلکه اگه میخواستن اونها رو ببینن فوقش اونها رو به خونه خودشون دعوت میکردن. شهره سلطی با اشاره به اینکه آقای قربانی خیلی اعتبار به خودش میده گفته وی تازه از زندان آزاد شده و زمانی که او در زندان بود من خیلی به وی کمک میکردم و همیشه حالش رو از پسرش کامبیز قربانی میپرسیدم. من به آقای قربانی محبت زیادی کردم و توقع این حرفا رو از وی نداشتم. خانم شهره در جواب آقای قربانی که قبلا گفته بودن گوگوش مثل چاه نفت میمونه و اگه من برنامه گذار وی در آمریکا بودم در زمان اومدن وی فرودگاه رو میبستم. خانم شهره گفته مثل اینکه آقای قربانی فکر کرده اینجا هم ایرانه که بتونه فرودگاه رو ببنده. خانم شهره در ادامه گفته بود البته آقای قربانی در ایرانش هم نمیتونستن چنین کاری رو انجام بدن و اگه در اینجا میخواستن فرودگاه رو به خاطر ورود خانم گوگوش ببندن پلیس وی رو دستگیر میکرد. خانم شهره با تمسخر گفته بود که آقای قربانی هنوز زبان انگلیسی بلد نیستن در اینجا و حتی قوانین آمریکا رو خوب نمیدونن، اما ادعای بهترین برنامه گذاری رو هم میکنن، اون هم برای خانم گوگوش. همچنین در ادامه گفته بود رحیم علی خرم یکی از سرمایه داران رژیم پهلوی که روابط نزدیکی با دربار داشت و حتی گفته میشد همسر پنهانی مادر محمد رضا پهلوی نیز هست، صاحب پارک معروف خرم یا ارم فعلی در غرب تهران بود. به گفته محمود قربانی بعدها راز دستگیری خرم رو چنین تشریح کرد که در هیاهوی انقلاب خرم که قصد خروج از کشور رو داشته در هتل میامی تهران به پیشخدمت هتل انعام بالایی میده و همین انعام شک گارسون رو برمیانگیزه و به نیروهای انقلابی اون زمان اطلاع میده. رحیم علی خرم که به اعدام محکوم بود بعد از دفاعیات خودش در دادگاه چند تن از شهود از جمله یکی از کارکنان پارک ارم شهادت داد که شهره خواننده معروف رو چندین بار در خلوت با رحیم علی خرم دیده شده. خرم در پاسخ این شاهد گفت من این شهادت رو رد میکنم، من با خوانندگان و ستارگان کاری نداشتم، فقط خانم گوگوش بود که من مدت 15 سال با پدرش دوست بودم و گوگوش مثل دختر من بود. بعد از پایان دادگاه حکم اعدام وی صادر و در ساعت 1 بامداد روز 19 اردیبهشت 58 این حکم به اجرا درآمد. مطالب در این برنامه از سایت های gibbon.ir، پارسینه و فوتوکده برگرفته و بیان شده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.